با درود به شما بینندگان عزیز، امروز 7 ژانویه 2018 برابر با 17 دی ماه 1396 اینجا در شهر کلن آلمان از سوی جمعیت زیادی از ایرانیان آزادی خواه و برابری طلب و 4 حزب کمونیستی متحدانه از کارگران، معلمان، دانشجویان و عموم مردم تهیدست که امروز در خیابان‌های ایران برای به زیر کشیدن نظام جمهوری کثیف اسلامی مبارزه می‌کنند و صوت انقلاب رو به صدا درآوردن اعلام پشتیبانی کردند. با ما همراه باشید تا گوشه‌های از این حمایت و نظرات نماینده‌های احزاب کمونیستی را با هم بشنویم. آقای عزیز، همه تو خوش اومدید. برنامه رو شروع میکنیم. ما اینجا جمع شده ایم تا همصدا با کارگران مرگ جمهوری اسلامی ایران را فرا بخوانیم. ما اینجا جمع شده ایم تا صدای اعتراض کارگران و مردم ایران را به گوش جهان برسانیم. 10,000 فراون و منا گین درزید این ایران از در شراسه گیگن دست اسلامیش رژیم zu protestieren und Nein zu sagen. Nein zu Armut, Nein zu Rechtlosigkeit, Nein zu Rechtlosigkeit der Arbeiter, zu Unterdrückung, zu Verhaftung, zu Folter, Nein zu Hinrichtungen, Nein zu Arbeitslosigkeit, Nein zu Geschlechterapartheid, Nein zu Zwangsversteigerung, Nein zu Kinderarbeit, Nein zu Vergeltungsgesetze, Nein zu Diskriminierung der Frauen und homosexuellen, religiösen, ethnischen und nationalen Minderheiten, Nein zu Rechtlosigkeit, Nein zu Militarismus im Nahen Osten und im Großen und Ganzen, Nein zu terroristischen Regime im Iran. آزاد میکنم از طرف حزب کمونیست کارگری هرکس یک پیغام خودش رو تقدیم کنم. حضار محترم، شرکت کنندگان عزیز، به تظاهرات دفاع از اعتراضات حق طلبانه مردم ایران و دفاع از مطالبات انسانی کارگران و زحمت کشان جامعه 8 میلیون ایران خوش آمدید. اینجا لازم نیست در مورد اعتراضاتی که امروز در همه شهرها، دهات و خیابانهای جامعه ایران برداوم است صحبت بکنیم. من فقط اینجا میخواهم به چند نکته اشاره کنم. اونم ماهیت این تظاهرات ها، مطالباتش، شعرهاش، همش از عمق جامعه به تنگ آمده ایران علیه جمهوری اسلامی توسط کارگران و زحمتکشان اون جامعه در کف خیابان‌ها شعارها و مطالبات خودشون رو مطرح میکنن. از شعارهایی که دیگر توهمی به اصلاح طلبان، اصولگرایان، جبهه راست و ارتجاعی خبری نیست. اگر سالها قبل میتونستن مردم رو تحمیق کنن، فریب دهن،
امروز انظام واقعی جامعه ایران کاری کرده است که کل نظام جمهوری اسلامی با تمام جناح و جوارحش مورد حمله مردم قرار گرفته و میخواهند سرنگونش کنند. ادعا میکنم ماهیت همه شعارها جامعه ایران در 10 روز گذشته شعارها و مطالبات چپ انسانی و کارگری بوده است. اما آرا جبهه چپ، آرا کمونیست ها و آزادی خواهان میتونن در این اوضاع در رابطه با این شعارهای چپ و آزادی خواهانه وظیفه خود را اجرا نمایند، به عمل آورند، یا مثل سابق، مثل همه دورانهای گذشته زحمت و رنج و خون و مبارزه را کارگران و زحمت کشن چپ ها و کمونیست ها می کنن، اما گرایشات راست و ارتجاعی سوار بر موج اعتراضات مردم مبارز و کمونیست ها و آزادی خواهم شد. آیا ما چپ ها و کمونیست ها اجازه می دهیم یک بار دیگر در حاشیه قرارمون بدن، یک بار دیگر قربانی بشیم و بر اعتراضات حق طلبانه مردم ایران و کارگران و زحمت کشان ارتجاعی ترین طرح ها رو سوار کنند؟ شما ها در چند روز اخیر دیده اید انواع اقسام طرح های ارتجاعی برای سوار شدن، برای کنترل کردن، برای محدود کردن مبارزات حق طلبانه و آزادی خواهان ایران در جریان است. از شخص ترامپ مرتجع و دیکتاتور بگیر تا آل سعود، تا ارتجاع در منطقه و دارتهای منطقه و بخشی از اپوزیسیون راست ایران مشغول بندوبست و سازش هستند و میخواهند اعتراضات بر حق مردم ایران را قیچی کنند. انواع اقسام تر نگاه کنید به بی بی سی، با آیت الله بی بی سی، به انواع اقسام داستان هایی که پشت پرده دارن علیه مردم ایران، علیه مرافع کارگران و زحمت کشان اجرا در میآورد. در چنین شرایطی مادام که فضای جامعه ایران، مادام که مطالباتش، مادام که شعارهاش چپ، کارگری و انسانی، وظیفه همه چپ ها و کمونیست ها این است، به نظر من با تمام قوا از این مبارزات، از این اعتراضات بپا خیزیم و نگذاریم، یک بار دیگر تاکید میکنم، نگذاریم جبهه ارتجاع، گرایشات راست برای مردم ایران، برای ما، برای کارگران زحمت کشان تعیین تکلیف کنند. آیا میتونیم جواب بدیم در این دوره حساس، در این اوضاع اکنونی که بسیار حساس هست؟ به نظر من چپ ها و کمونیست ها موظفن، مسئولیت داریم هممون در مقابل این اوضاع. باید آستین ها را بالا زد، باید با تمام قوا متحد و متشکل به نفع کارگران و زحمت کشان به مبارزه برخاست و همه طرحهای احتجاعی را ناکام ماند. زنده باد مبارزات متحدانه و متشکل مردم ایران، زنده باد آزادی و برابری، زنده باد سوسیالیسم. Jeder in Blut aussaugt, dich dann aufhängt, weil du etwas Wahres sagst. Ich komme aus einem Land, dessen Tage schwarz, Nächte Sänge der Klaglieder und Freude im Rachewunsch der Trauermutter geblieben. Ich komme aus einem Land, dessen Frühling mit den schwarzen Tagen schwanger geht. Ich komme aus einem Land, in dem die Liebe auf jeder Zelle deines Herzens verachtet wird. Ich komme aus einem Land, in dem der Haufen geboren und Halal hingerichtet wurden. Ich komme aus dem Land der ununterbrochenen, unkaufbaren, immer blühenden Liebe. Ja, ich komme ja aus so einem Land.
in dem die schönste Blume der Welt, die menschliche Liebesblume, Tag und Nacht, ununterbrochen, im Namen des Gottes abgeschlachtet wird. Ich komme aus dem Volkergefängnis Iran. Eines Tages, wenn der Orkan des ruhigen Meeres die ekelhaft schwarzen Wolken vertreibt und die schwarzbärtigen Männer die Blüte der Liebe im Land deines Herzens nicht pflücken, wenn der Liebesgesang nicht verboten ist und der Frühling mit der Wiederholung der Schönheit der Natur den Tanz seiner Blüte feiert, wenn die Vögel mit Frühlingsvogelgesang frei fliegen und ich, das Flüchtlingslagerkind, mein Atemrecht, Liebesrecht, Denkensrecht bekomme, bin ich wieder da. Und vergesse nie die Liebe, in der ich mich freute, die Kälte, in der ich zitterte und weinte, und das Feuer, in dem ich brannte. Dankeschön. Vielen Dank. رفیق عبدالله عبد سید مرادی تشکر کنم از طرف حضرت قشقری فرمان به هم همسی خزامن تصویر اونز زولیت تعلیقت زولیداریتت مت ایرانش افول دست این لیتس تاگن اوف دی شراس وارن دست سی اوفشتان گلیستت هم سو ویده تو برنگن و اونز مت دینن زولیداریزیرن. Bestimmt jeder fragt sich, was ist los im Iran? Was war dieses Zorn und Wut? Wieso sind die Leute so auf die Straße gegangen? Und die hatten ja keine Angst von dieser Schlägertruppe, von diesen Milizen, dass das Regime auf die Straße in Schau gestellt hat. Wenn wir mit Politik im Iran sich beschäftigt haben, wenn man politische Sachen und politische Lage im Iran in letzter Zeit betrachtet hat, man wusste, dass dieser Zorn und diese Wut kommen nicht von heiterem Himmel. Wenn wir nicht nur diese letzten 38 Jahre blutige, brutale islamische Republik, das Iran erlebt haben, an die Seite stellen, nur diese letzten 12 Monate, letztes Jahr betrachtet haben, wir werden ja hier sagen, zum Beispiel, dass die Arbeiter gestreikt haben, dass die Arbeiter 6 bis 8 Monate keine Löhne bekommen haben. Die haben gestreikt, die waren auf der Straße. Wissen Sie, was die von der Regierung bekommen haben? Die wurden ausgepeitscht. Die wurden ja ausgepeitscht. Wer kann sich sowas vorstellen? Können Sie sich vorstellen, dass Ford-Arbeiter 6 Monate lang keine Löhne bekommen und diese Arbeiter in Neumarkt durch Polizei ausgepeitscht werden? Das ist im Iran geschehen. Und die Iraner deswegen, iranische Volk, Frauen haben diese 38 Jahre unter islamischer Regierung gelitten. Diese Geschlechtsapartheid im Iran, die haben ja Frauen unter Druck jeglicher Rechte entzogen. Sogar im Grundgesetz wurde diese Ungleichheit verankert. Das ist natürlich, dass die Frauen sich nicht antun, deswegen die waren auf der Straße. Wir haben die letzten Tage gehört, dass die Demonstranten auf der Straße ihr Wunsch und ihr Mut zu Ausdruck gebracht. Ein Vater sagte, ich träume davon seit 3 Jahren, dass eine Fahrer
kann ich mir nicht leisten, das kann ich nicht. Und deswegen bin ich auf der Straße und deswegen wir wollen dieses Regime mit beiden Flügeln weg. Das muss weg sein. Das ist ein einziger Weg, dass wir Freiheit bekommen, dass wir unsere Rechte bekommen. Liebe Passantin, liebe Passanten, im Iran ist eine Revolte unterwegs. Diese Unruhen und iranische Volk wird dieses Regime stürzen. Bitte unterstützen Sie die iranische Regime. Das ist nicht nur ein Unglück für Iraner seit 38 Jahren. Die islamische, die politische Islam in dieser ganzen Welt, dass wir heutzutage viel erlebt haben, die hat zwei Säulen. Eine schiitische Säule, eine sunnitische Säule. Wenn schiitische Säule gestört ist, wir werden ja den Weg oder ein paar Schritte weiter zu einer besseren, ruhigen Welt finden. Unterstützen Sie iranische Volk, die brauchen jegliche Unterstützung. Wir haben seit ein paar Tagen erfahren, dass einer dieser großen Verbrecher, Ayatollah Shahroudi, in Hannover in einem Krankenhaus behandelt wird. Shahroudi war Chefjustiz in den 80er Jahren im Iran, dass er allein hunderte junge Kommunisten, Sozialisten, freiheitliebende Menschen hingerichtet hat. So was werden wir nicht erdulden. Es lebe Freiheit, es lebe Gleichheit, es lebe Freiheit, es lebe Gleichheit. Danke. Dankeschön. Freiheit für alle politischen Gefangenen im Iran. Freiheit für alle politischen Gefangenen im Iran. Freiheit für alle politischen Gefangenen im Iran. Politischen Gefangenen in Iran! تو تسرود میخونیم اون دفعه که دوست دارن میتونن به خاطر نمای سرود پشت سر رفیق سانان عزیز دیر سر و سوده و همجه بخونن بعد از که سرود تموم شد دوباره دوست بکنید برید اون جایی که دوباره ایستاده بودید میتونید برید اونجا که نمای سوده داشته باشید به دست خود باید رها شویم.
بدیم زمانه صاحبان زور و سرمایه به سر رسد این زمانه ستم به سر رسد حکم حاکمان بیگانه که داده این دست خود به دست هم به ما به پا ای گرسنگان ای ستم کشان به سوی سوسیالیست به سوی آزادی به سوی دنیای نوین به پا به سوی سوسیالیست. سلام میکنم به همتون. مجد نوزاد هستم، همراه همگام و پشتیبان جنبش اعتراضی سرنگونی طرف در ایران. میخواستم تو وقت کوتاه هم به زبان آلمانی در مورد اتحادیه اروپا و رسانه ها و میدیا راجع به این حرکت اعتراضی صحبت بکنم. Die Demonstrantinnen und Demonstranten sind im Iran der staatlichen Gewalt ausgesetzt. Mehr als 30 Demonstranten, darunter auch ein 13-Jähriger, sind ums Leben gekommen. Und über 1700 Menschen sind verhaftet worden. In den letzten Tagen sind viele Studentinnen und Studenten in ihren Häusern entführt worden. Seitdem gibt es keinerlei Informationen, wo diese Inhaftierten sich befinden. Es ist skandalös, dass von den europäischen Regierungen und der Europäischen Union bislang so wenig zu hören ist, das an den ökonomischen Interessen Europas im Iran liegt. Gerade will die deutsche Wirtschaft
das Handelsvolumen mit dem Regime in Iran in den zweistelligen Milliarden hochbewegen. Da können Proteste nur stören. Daher kommt auch die unverschämte Stellungnahme von Herrn Gabriel, in der er die freiheitsliebenden Menschen im Iran auffordert, keine Gewalt anzuwenden. Wir fragen uns, von welcher Gewalt sprechen Sie, Herr Minister? Von der Gewalt eines 13-jährigen erschossenen Jugendlichen oder von der Gewaltherrschaft des islamischen Regimes seit 40 Jahren? Es ist eine Unverschämtheit, dass Putin und einige europäische Regierungen diese klaren Menschenrechtsverletzungen im Iran als innere Angelegenheiten bezeichnen und deutsche Medien kaum über die Proteste im Iran berichten. Es lebe die Protestbewegung im Iran. Freiheit für alle politischen Gefangenen in Iran. Freiheit für alle politischen Gefangenen im Iran. Für alle politischen Gefangenen. Vielen Dank. Als Präsident Danusch, als Partei in Köln, weiter genannt. Herr Rabe, bitte. متشکرم سلام به همه دوستان. دوستان میدونیم ما برای اعلام همبستگی با مردم ایران با مبارزات شو اینجا هستیم و این پیامو به هر نحوی که میتونیم داریم میرسونیم. امیدوارم که به گوش همه برسه. یه صحبتی که من داشتم با خود فعالین چپ داخل شهر کل هست که ما بیشتر از این احتیاج داریم که با همدیگه گویه اتحاد و همبستگی داشته باشیم، چون که چپ‌ها خودشون در مسائل همبستگی و حرکت‌های متحدانه همیشه پیشگام بودن. باید اینو در عمل نشون بدیم در جایی که زندگی میکنیم. یکی از مسائل مهم در داخل ایران که ما میخوایم صدامون رو بهشون برسونیم، خود انسان‌های چپ منفرد که به صورت محفل یا افراد هستند در ایران و فعال هستند، در این حرکت‌های اعتراضی فعال هستند. اونها به حرکت‌های چپ‌هایی که در خارج کشور هستند نگاه می‌کنند، به حرکت‌های متحدانه ما یا جدا از هم دیگه. این خیلی مهمه که به اونها این پیام اتحاد رو برسونیم که در خارج کشور همه با هم این صدا رو می‌خوایم بیشتر منعکس کنیم. یه مسئله دیگه هم که هست، مسئله قدرت‌های خارجیه. دوستان همه می‌دونیم که توی تاریخ ما مبارزات مردمی 20 تا 32 با کودتای 28 مرداد تموم شد. انقلاب 57 هم با اعمال قدرت‌های خارجی از اون کنفرانس گوادلوپ و تمام اسنادی که الان روش شده می‌دونیم تبدیل شد به ضد انقلاب خمینی. الان هم در این حرکت مسائل و موضع‌گیری قدرت‌های خارجی از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه خیلی مهمه. ما باید حواسمون رو جمع کنیم. از ترس اینکه ایران روسیه‌ای می‌خواد بشه به این در نیفتیم که از مبارزات دفاع نکنیم از یه طرف، و از طرف دیگه برای تغییر رژیم هیچ امیدی نمیشه بس به قدرت‌های خارجی. من فکر میکنم این پیامیه که ما هم به نیروهای مبارز برابری طرف و چپ در داخل ایران میتونیم برسونیم و همینجا در خارج کشور در افشای قدرت‌های خارجی که میخوان از این حرکت مردمی سوء استفاده کنن. متشکرم. بسیار ممنون از جمع چپای کنی و رفت دریش. از رفیق محمد راستی از حزب کمونیست کارگری حکمتیز خط رسمی تقاضا میکنم پیغام خودشون بکنم.
هم ضمن سلام به همه عزیزان و خسته نباشیتون سرمای سوزان، میخوام به این وضعیتی که همه با ترس و وهم نگاش میکنیم اشاره بکنم. عزیزان متوجه این اوضاع هستیم، هر کسی از گوشه و کنار تو گوشه بغلی میخونه که امروز خبری نبود، معلوم نیست اوضاع چی میشه. یه مقدار نگران کننده است، اینا همش درست، ولی اگر توجه به پایه های این اعتراضات، این مبارزات که از اعماق جامعه همونطور که رفقا اشاره کردن بلند شده، اگر توجه به خواستهای انقلابی و برحق و کمونیستی این جامعه مبارز بکنیم که نان کار آزادیه و همینم خود سوسیالیسمه، متوجه میشیم این آتش به این زودی ها خاموش نمیشه. این مبارزه و این جمهوری اسلامی توان خاموش کردن این مبارزه را نداره، چون 37 سال ظلم و ستم و بیعدالتی و کشتار و زندان و شکنجه و زن ستیزی و کودک آزاری و فقر و فحشا و اعتیاد و تو جامعه گسترش داده و این و سالهای سال این مردم ستم دیده و مبارز در سینه و در گلو نگه داشتن و اکنون این بحث ترکیده و دیگر برای جمهوری اسلامی جمع نمیشه و جمع نخواهد شد. این اوضاع قابل کنترل نیست. اگر امروز تهران رو ساکت میکنه و مردم عقب نشینی موقتی میکنن، تبریز بلند میشه. اگر تبریز امروز عقب نشینی میکنه، مشهد و هر روز از یک گوشه و از اینا مهمتر، این مبارزات روز به روز داره عمیق‌تر به داخل کارخانه ها، به میان دانشجوها، از درون دانشگاه ها، این مبارزات با شعارهای قاطعانه و انقلابی به میدان میاد. اینا همش مایه امید، مایه برآورده شدن آرزوهای تک تک ماست و برآورده شدن آرزوهای طبقه کارگر و به سرانجام رسوندن خواستهای انقلابی طبقه کارگر. زنده باد سوسیالیسم، زنده باد طبقه کارگر، زنده باد کمونیسم. خیلی ممنون، خسته نباشید. یک پیغام از عراق داریم، خواهش میکنم از رفیق ستار ستکک سرگن فرمون. Leider, ich muss erstmal auf Kurdisch reden, weil leider ich kann das nicht komplett reden auf Deutsch. Paar Worte auf Deutsch. Ich begrüße alle. Ich begrüße alle, dass die Demonstrationen in Iran gegen die Regime, diktatorische Regime, islamische Regime in Iran unterstützen. Danke für alle Deutschen und Deutschen, dass die unterstützen für die Bevölkerung in Iran. Aber ich bedanke mich nicht an die Regierung oder ich bedanke mich nicht an die Macht, wo die unterstützen den Regime Iran. Manche europäische Länder unterstützen die Regime in Iran unter dem Namen Demokratie oder unter dem Namen eigenen Probleme in Iran. Wir müssen nicht mich einmischen. Slav Lejek Bejeki Bashar Buani Khopishan Daranu Slav Lejek Bejek Lashnanu Lawanu Ganjani Iran Ka Hatuna Tasajjada Badiji Rajemi Iranu Rajemi Hari Diktatori Taman Siu Hashtawa La Irana Siu Hashtawa
جمانو جنجان اكو جمانو مناو ابدن سي وهشت سالة خلقي يران بكسي اكنا وروت ورجال اكنا سي وهشت سالة بوجوازي وسرما اداري ليرانا خلقي بكسي اكاتو بشعارو ببرنامه وبروغرامي عيني بتوابي بندكاني شريعتي اسلامي ليرانا دسلاتي ان بدستوعو سدى سري خلقي يراني ان لخينا غرق كدوا صلاو ليكبيكي او خلقاني كالسجادة المدينة عمرو جي مهارو درون دينا وبرو يزيه ملبينا وبشتواني كردني يكبيكي خوبشان درانو خوبشان دانكاني سجادة كاني يرانا صلاو لخلق تبريز صلاو لخلق ايران صلاو لخلق كردستان ويكبيك الشاركان ايران لباكوري تاباشوري لروجلاتي تاروجاوي دبي او هزب اشتواني لبكري وداواك ان لستا سري خلق ازادي خواد ويكساني خواد داواك ان لستا سري خلق السوسياليست وكومنستكاني جيهان دين ادن جمهوري اسلامي ايران لستا سري دنيا خريكة شنبة تيروريزم قدا كتواوي خلق كرقار وزحمة كيش نكهل لنا وشكل تواوي دنيا دا لجهد دا صلاتي عن دكتاتورية دا خريكة دنالينو هي زكاني خوي لسوريا للبنان لتواوي نوشك دا بلاو كدو طوا خلق عراق قولتني انها مطيبة دا صلاتي اسلامي كان عراقها توجروها بين ميدان بو پشتیوانی لخلق ایرانو لپناو رو خاندنی جمهوری اسلامی دا سرمایه داری جهانی تاک وسیله بو پشتیوانی لمغو جمعه رو درون دیا دبی کومونستکان و چپکان دبی سوسیالستکان دبی آوانی بو آزادی خوازی تیده کوشن لمیدان آبن بو پشتیوانی کتنی نارضایت کانی ایران سلاو لیک بلکی انسان آزادی خوازکان بجی سوسیالیزم، بجی یکسانی، بجی آزادی، بروخ جمهوری اسلامی، بروخ دسلاتی، دکتاتوری، تاک پروری، دین پرستی، لیرانا، سرکتوبو. از رسیق عزیز لیدان شعبانی تقاضا میکنم پیغام تشکرهای کابری رو قرار بکنم. بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم در واقع این یک مانیفست انقلابی است. آن هنگام که حکومتگران به بن‌بست رسیده باشند و هیچ راه حلی برای برون رفت از بحران‌هایی که خود به دست خویش ساخته‌اند نداشته باشند و مردم به تک آمده از ظلم و بیداد دیگر حاضر نباشند همانند گذشته به ستم تندهان، هنگام اعتراضات گسترده و زیر و رو کننده اجتماعی فرا می رسد. چون این است که اینک مردم به تنگ آمده است، ستم و سرکوب و گرانی و فقر و بیکاری از چهار روز پیش در ابعاد سراسری خیابانها را الان خود کردند و در صفی متحد و یک پارچه خواسته های خود را برای پایان دادن به وضعیت جهنمی موجود فریاد می کشند. مطالباتی که امروزه زمینه راهپیمایی و تجمعات سراسری توده‌های زحمتکش مردم ایران را با محوریت اعتراض به گرانی، فقر و بیکاری فراهم کرده است، سالهاست از سوی کارگران، معلمان، دانشجویان، پرستاران و همه اقشار زحمتکش جامعه فریاد زده شده و حکومتگران بدون هیچ توجهی به آنها مشغول چپاول و غارت ثروت‌های اجتماعی بودند. آن چیزی که امروز ما در خیابان‌های شهرهای مختلف شاهد آنیم، فوران خشم انباشته شده توده‌های مردم زحمتکش ایران از غارت و اختلاس میلیاردی والاترین مقامات حکومتی و افراد و مؤسسه‌های مالی وابسته به حوزه پادگرد در یک سو و فقر و سیاه روزی میلیونی مردم در سوی دیگر، تا بیکاری میلیونی کارگران و جوانان، ضرب و شتم دست فروشان و کشتار کولبران، تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر به کارگران و مزدبگیران زحمتکش و برپایی بساط شلاق و زندان و دار و دفش علیه هر گونه حق طلبی و آزادی خواهی است. کسانی که دیروز هر گونه اعتراض کارگری و مردمی حق طلبانه را
با اتهامات امنیتی و محاکمه و زندان جواب میدادند و اینک در برابر خشم توفنده میلیونی مردم ایران اعتراضات بر حق آنان را فتنه و فتنه‌گری می‌نامند. باید بدانند که دیگر زمان تغییرات بزرگ انسانی در این مملکت فرا رسیده است و هیچ نیروی سرکوبی را یارای مقاومت در برابر حق طلبی و آزادی خواهی ما کارگران و مردم ایران نخواهد بود. امری که در این میان روشن است و ما همواره با توده های زحمتکش مردم ایران آن را فریاد میزنیم این است که باید خواسته های ما مردم برای پایان دادن به فقر و سیاه روزی به کرسی نشانده شود. باید بساط هر گونه سرکوب و اختناق و زندان برچیده شود و غارتگران ثروت های اجتماعی عاملین و عاملین سرکوب و اختناق در هر مقام و منصبی مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرند. باید انبال وقارفته مردم در مؤسسه های مالی عادت داده شود. باید حد اقل مزد کارگران و کارکنان دولت و بخش خصوصی تا 5 برابر مبلغ کنونی افزایش و حقوق های نجومی صاحب منصبان حکومتی برچیده شود. باید برپایی تشکل‌های مستقل کارگری و مدنی و آزادی بی قید و شرط بیان، مطبوعات و آزادی فعالیت احزاب برقرار و تضمین شود و باید هر آنچه که خواسته توده‌های میلیونی مردم ایران است به سرعت محقق گردد. بدهی از هر گونه عدم تعجب نسبت به تحقق خواسته های کارگران و مردم زحمتکش ایران از طریق عوام فریبی یا دست بردن به سرکوب گسترده اعتراضات و یا تلاش برای رسوا شدن به موج اعتراضات مردمی از سوی جناح‌های حکومتی و اپوزیسیون رانده شده از قدرت در گذشته و حال راه را به جایی نخواهد برد. و این بار این ما کارگران و مردم ایران هستیم که با اتحاد و همبستگی و تعادل اعتراضات سرنوشت خود را رقم خواهیم زد. اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صرفی کارگران بلخ و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری. رفقای عزیز خیلی هوا سرد، کسی هم که نوبت نگرفته مالا یواش یواش برنامه رو تموم میکنیم. فقط یک دو سه جمله آلمانی عرض میکنم و گروه سرود خواستن سرود دیگه این خونه نگه آماده هستن میتونن با عنوان آخرین برنامه سرودشون رو تقدیم کنم. لیبه فرینده، لیبه لاته ام کلنه هاکبانهوف فورپلاتس، ایش ویس دست دیزه پلاتس oft Zeuge ist von vielen Veranstaltungen, es sei denn unterschiedliche Veranstaltungen. Aus dem Iran gibt es natürlich nur eine und einzige Veranstaltung und das ist immer Demo und noch einmal Demonstrationen gegen das islamische Regime, wegen Erpressung, wegen Folterung, wegen Hinrichtung. Wegen 38 Jahren Verbrechen in Iran gegen die Menschlichkeit. Wir sind Zeuge von 38 Jahren, die das Leben von Hunderten und Hunderttausenden Menschen gekostet hat. Wir sind aber jetzt da, wo Millionen Menschen auf die Straße gekommen sind und Hoffnung erwecken, dass das Regime auch wirklich ein Ende haben kann. Ich weiß und wir wissen, dass jeder und ganz viele in der Welt mit eigenen Problemen oft beschäftigt sind. Aber ich weiß auch, dass wir nur eine kleine Welt haben, in der wir alle zusammen leben. Ich weiß, wenn es hier in Deutschland keine Freiheit gibt, dass man sich im Iran auch nicht frei fühlen darf, weil es einfach so ist. Da wir in so einem kleinen Planete und so auf einem kleinen Welt leben, brauchen wir auch eine Welt, in der wir zusammen als Mensch in Menschenwürde leben dürfen und können. Daher diese Veranstaltung heute gegen das Regime im Iran, gegen Hinrichtungen, gegen Erpressungen und als Unterstützung für die Bewegung für Freiheit im Iran. Vielen herzlichen Dank für die Teilnahme und für die Unterstützung in der Hoffnung, dass wir solche Regime weltweit zusammen abschaffen können. Dankeschön.